بینندگان عزیز مجددا برای امروز به خدمت شما سلام و درود مسیحی میفرستم بنده ادوارد توفسپیان هستم و امروز هفتمین جلسه است که در رابطه با موضوع مهم شبانی و خدمات شبان با هم صحبت می کنیم و رسیدیم به قسمت رابطه شبان با روح القدس در دو جلسه قبلی ما در مورد رابطه شبان با کلام خدا و رابطه شبان با زندگی دعایی او بررسی داشتیم و امروز میخوایم ببینیم رابطه شبان با روح القدس که این سه رابطه زندگی روحانی شبان را تشکیل میده چگونه باید باشه شبان با روح القدس به عنوان یک شخصیت الهی در ارتباط نزدیک قرار داره روح القدس چون شخصیت داره دقت بفرمایید روح القدس یه اندیشه لای نیست روح القدس یک قدرت قوی الهی نیست اندیشه داره قدرت داره ولی خود روح القدس شخصیت الهیه درباره روح القدس کلام خدا نمیگه آن یا این میگه او دو هزار سال پیش خدای پدر به وسیله پسرش عیسی مسیح خود را آشکار کرد وقتی عیسی مسیح به آسمان میرفت گفت من روح القدس را میفرستم که الان روح القدس که دوران روح القدسه که همان روح خداست روح عیسی مسیح در بین ما داره کار میکنه پس این شخصیت الهی مثل هر شخصیت دیگری احساس داره فکر میکنه اراده داره تصمیم میگیره محزون میشه خوشحال میشه ماموریت میده سخن میگه ممانعت میکنه و میشه با او مقاومت کرد میتوان از او حرف شنوی داشت چون شخصیت الهیه میتوان با او رابطه داشت و این چقدر مهمه که ما میتونیم با خدا که از طریق روح القدس میخواهد با ما سخن بگه رابطه داشت اما شبان کلیسا چه نوع رابطه ای می میتونه با روح القدس برقرار کنه البته این اختصاص فقط به شبان نیست هر ایماندار مسیحی میتونه ولی شبان تو این قسمت باید پیش رونده تر رشدیافته تر از بقیه باشه که بتونه الگوی خوبی هم برای دیگران باشه و او باید بتونه اینقدر در این رابطه عمیق بشه که اینو به دیگران هم یاد بده اولین رابطه ای که شبان با روح القدس داره اینه که با روح القدس میتونه سمیمی باشه و با او مشارکت سمیمانه برقرار کنه در دوم قرنتیان باب 13 آیه 14 در اون دعای معروف به فیض پولس رسول میفرماید فیض عیسی مسیح خداوند محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با همه شما باشد دقت میفرمایید میگه شراکت روح القدس روی این کلمه دقت بفرمایید عین همین عبارت در فیلیپیان دو یک آمده شراکت در روح منظور از شراکت در روح القدس چیه و به طور کلی وقتی میگیم ما با کسی مشارکت داریم یا مصاحبت داریم ارتباط داریم منظور یک ارتباط و مشارکت متقابل دو طرف است اصلا از کلمه مشارکت میاد یعنی شریک شدن یعنی دو نفری با هم در یک امر به خصوصی شراکت داریم پس وقتی میگیم ارتباط و مشارکت به معنای گفت و شنوده گفتن و شنیدن به معنای دادن و گرفتن خالی شدن و پر شدن به معنای محبت کردن و محبت شدن سوال کردن و جواب شنیدن یعنی یک ارتباط متقابل دو طرفه من از یک نفر پرسیدم گفتم آخرین بار که صدای خدا رو شنیدی و خدا با شما حرف زد کی بود و خیلی او با ناامیدی گفت خدا با من حرف بزنه شما کفر میگید من کی هستم مگه من پیغمبرم که خدا با من حرف بزنه گفتم پس این همه سال تو با خدا حرف زدی فقط یک طرفه بوده خدا با تو هیچ حرفی نمیزنه چگونه میشه آدم از یک ارتباط یک طرفه خسته نشه زده نشه و نبره ارتباط با خدا باید ارتباط دو طرفه و متقابل باشه شما با کسی که صمیمی هستید چه نوع رابطه ای باش دارید همین الان بهترین و سمیمی دوست خودتون رو به یاد بیارید با او چگونه ارتباط دارید مطمئنم با او خیلی راحتید هیچ چیز رو از اون مخفی نمی کنید بهش اعتماد دارید با او خنده های واقعیتون رو می کنید گریه های واقعیتون رو می کنید حرف دلتون رو بهش می زنید. پیش او کوچکترین ریاکاری و تظاهر ندارید او را آنطور که هست پذیرفتید و اون هم شما را همانطور که هست پذیرفته و در مقابل او آزادید و حتی از ساعتها بودن با او احساس خستگی نمی کنید چون اونجا خودتون هستید و او با شما فرقی نداره شما با روح القدس هم میتونید عینا همینطور باشید طبیعی که هر چقدر بیشتر با روح القدس وقت بگذرانید همانقدر بیشتر او را خواهید شناخت و همانقدر زیادتر با او صمیمی خواهید شد برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمید من یه مثال زنده بیارم در مورد یک زن و شوهر پیر که سالها عاشقانه زندگی کرده بودن یک عمر زندگی شاید بیش از نیم قرن و همدیگر رو خیلی خوب میشناختن و از تمام افکار همدیگر هم, هم با خبر می شدن. یک روز مرده نشسته بود روزنامه می خوند خانم پیرش روبروش نشسته بود بافندگی می کرد مرده یه نگاه عمیقی به زنش می دازه و روزنامه رو می دازه می پایین و میگه گه خانم من دقیقا موافق هستم با آن چیزی که شما الان فکر می کنید دقیقا می فرمایید از نگاه به او فهمید که او درباره چی داره فکر می کنه و نظر داد که با او هم عقیده است از. از کجا میتونست بفهمه بدون اینکه اون بگه اون فهمید برای اینکه با او یکی شده بود کلام خدا میفرماید هرکس با خداوند میپیوندد با وی یک روح میشود شبان نه فقط باید با روحالقدس صمیمی باشه و مشارکت دوستانه داشته باشه بلکه شبان باید قدوس را احترام کرده با او مشورت کند کلام خدا در کتاب اشعیا باب 11 آیه دو میگه روح القدس روح مشورت نامیده شده اون مشاور ماست اگه شما میخواهید روح القدس را احترام بکنید بهترین مفهوم احترام یعنی اینکه با او مشورت کنید اگه کسی میخواد به شما احترام بکنه شاید محترمانه ترین عبارت از طرف همسرتان یا دوستتان یا همکارتان به شما این باشه که عزیزم نظر تو در این مورد چیست نظر تو برای من مهمه من احتیاج به همفکری با تو و مشورت با تو دارم در آن موقع شما متوجه میشید یا احساس میکنید که مورد احترام واقع شدید اگه ما میخوایم خداوند را احترام کنیم احترام فقط یه چاپلوسی نیست فقط قربون صدقه رفتن نیست فقط دلا سلا شدن نیست احترام به خدا وراتر از این تملق هاست وراتر از این حرکات ظاهریه احترام یعنی مشورت کردن توجه کردن به آنچه که خدا میگه یکی از عللی که خداوند حضرت داوود را خیلی دوست داشت با وجود اینکه او ضعفهایی هم داشت به خاطر این بود که او در هر کاری که میکرد هر تصمیمی که میخواست بگیره هر جنگی که میخواست انجام بده و برای رفتن به هر جایی او کلام خدا میفرماید با خدا مشورت میکرد و رمز موفقیت و پیروزی داوود در همین جا بود دو تا شکست بزرگی هم که در زندگیش داشت عامل اصلیش این بود که با خداوند مشورت نکرد در کلام خدا در کتاب اعمال رسولان میبینیم که خدا اینقدر به کلیسا احترام گذاشته که وقتی رسولان میخواستن مشکلی را حل کنند در باب 15 اعمال رسولان که در کلیسا اتفاق افتاده بود پس از بررسی و همفکری با سایر رسولان با هم اینطور گفتند روح القدس و ما به این نتیجه رسیدیم روح القدس و ما با هم توافق کردیم که این تصمیم رو اینطوری بگیریم وقتی که شبان با خداوند مشورت میکنه نه تنها خدا را احترام میکنه بلکه کمکی میکنه که او بتونه مشاور خوبی هم برای دیگران باشه و پاسخگوی بسیاری از سوالات اعضای کلیسا باشه رابطه سومی که شبان با روح القدس داره اینه که شبان باید مطیع هدایت های روشن روح القدس باشه فقط مشورت خواهی کافی نیست اطاعت باید کرد در کتاب اعمال رسولان باب پنج آیه سی و دو آمده که روح القدس به همه مطیان خود بخشیده میشه اگه شما کتاب مکاشفه باب دو و باب سه را بخوانید در آنجا خداوند به هفت کلیسای زمان قرن اول توسط یوحنا پیغام میده و به شبانان اون کلیسا این پیام را میده و هفت عبارت را به هر کلیسا در پایان پیغام میگه هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید شما اگه الان از تلویزیون صدای بنده رو میشنوید به خاطر اینه که نزدیک به تلویزیونید ولی اگه برید اتاق طبقه بالا یا برید خیابون صدای من نمیشنوید چرا چون از من فاصله میگیرید شما وقتی با خداوند نزدیک هستید صمیمی هستید میتونید صدای او رو بشنوید و بسیاری از وقتا ما برای همین نمیشنویم چون به او وقت نمیدیم و به او نزدیک زندگی نمیکنیم از طرف دیگه اگه خداوند ببینه که ما روح مطی نداریم چطوری با ما صحبت کنه اگه من بدونم به فرزندم یه چیزی بگم و او گوش نخواهد داد ترجیح میدم که نگم مثلا اگه از او خواهش کنم که یه لیوان آب برای من بیاره و ببینم که او با بیعتنایی و بیتوجهی آب را نیاره و تازه یه مطلکی هم بندازه خب من چنین درخواستی از او نخواهم کرد که نه او را به گناه بندازم و نه قلب من بشکنه بنابراین خدا بسیاری از وقتا با ما صحبت نمیکنه چون میدونه که ما گوش نمیدیم اگر روح اطاعت در ما باشه حتما خدا با ما صحبت خواهد کرد اگه شما از بنده بپرسید برادر ادوارد شما که میگید دو سال کار شبانی کردید در ایران و جاهای مختلف در چند جمله بگید مهمترین تجربه شبانیتون چیه من این را خدمتتون خواهم گفت هر وقت بنده از رول قدوس اطاعت کردم هر وقت به مشورتهای او گوش دادم و فهمیدم این کار از طرف خداست و باید اطاعت کنم من اون موقع موفقیت پیدا کردم برکت یافتم مبارک شدم سرافرازی و سربلندی نتیجهش بوده خوشحالی در قلب من اومده و کارم سمر داده و برعکسشم میتونم خدمت شما بگم تجربه تلخ هم دارم و تجربیات تلخ هر وقت از هدایت های روح القدس اطاعت نکردم شکست خوردم کارو خرابش کردم آخرش غمگین و پشیمان شدم سرفکنده و خجالت زده شدم گرفتار عذاب وجدان شدم و سمرده خوبی از اون کار نگرفتم و نصیحت من الان بعد از 42 سال به همه شبانان مهمترین تجربه من و نصیحت من به شما اینه که از روح القدس اطاعت کنید آنچه را که خدا به شما میگه گوش بدید خودتون را عاقلتر فهیمتر با تجربه تر دلسوزتر از خدا ندانید خدا آنچه را که گفته گوش کنید و مطمئن باشید نتیجه خوب از آن خواهید گرفت چهارمین رابطه شبان با روح القدس اینه که شبان باید مفهوم دعا و عبادت در روح القدس را درک کرده باشه یا به ما میگن کاش ما یک کتاب دعا داشتیم بعضی کلیسای سنتی دارن و اون کتاب دعا هر روز دعاهایی هست دعاهای قشنگی هست صبح اینو بخون زور اینو بخون شب اینو بخون و بخواب خب اینها دعاهای خوبیه و میشه اینجوری هم با خدا ارتباط داشت ولی نمیدونم چقدر میتونه اینها جایگزین اون دعایی باشه که از روح القدسه انگار شما دارید لغمه های دهن دیگران را میخورید خداوند به وسیله روح القدس میخواد در شما دعا کنه و کلام خدا در افسوسیان باب 6 آیه 18 میگه در رو دعا کنید و در فیلیپیان 3 دو میگه که در روح القدس عبادت کنیم واقعا معنی و مفهوم دعا و عبادت در روح القدس چیه؟ اولین معنیش اینه که دعایی که روح القدس بر حسب مکاشفات الهی که به ما عطا میکنه ما دعا میکنیم یعنی خود خداوند ما را هدایت میکنه مکشوف میکنه که امروز احتیاج اینه برای این دعا کن امروز ساکت باش امروز در حضور من شادی کن به من تعمق کن امروز نیازی نیست چیزی بخواهی فقط شک کن به حال روح القدس مکاشفه میده و هدایت میکنه ما را در دعا برای همینه که پولس رسول در رومیان 8:26 میگه که ما نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم ما ضعیفیم روح القدس ضعف‌های ما را مدد میکنه زیرا که آنچه را که نمیدانیم او به حسب هدایت خودش در ما دعا میکنه به ناله های غیر قابل بیان در ما شفاعت میکنه دعای روح القدس دعاییه که به تشخیص روح القدس موافق احتیاجات روز و احتیاجات همون ساعت مخصوص برای افراد مختلف به ما داده میشه یعنی روح القدس چون نیازها رو تشخیص میده و میفهمه نیاز افراد چیه دعاهایی را به ما میده که دقیقا موافق نیاز همان روزه دعای روح القدس دعایی که ما را از تمام دعاهای خشک سنتی و حفظی یا کتابی و وظیفه گونه رهایی میده و ما میفهمیم که اون موقع ما دعا نمی کنیم بلکه روح القدس با دهان ما داره دعا میکنه روح القدس این مطلب را به ما میده دعای در رو دعاییه که در مسیر اراده خدا و موافق رضامندی خدا انجام میشه چون دعا کننده در هماهنگی با خواست و فکر رو دعا میکنه در همون رومیان باب 8 آیه 27 میگه او که تفحص کننده دلهاست یعنی خداوند فکر روح را میداند زیرا که او بر حسب اراده خدا در ما شفاعت میکند دقت میفرمایید اراده خدا رو روح می میدونه و موافق اراده خدا مطلب دعا به ما میده یعنی دعایی که حقیقتا مقبول خداست خدا, خدا میتونه به اون دعا آمین بگه دعایی که مثل عطر خوشبو چنانکه که در کلام خدا آمده به حضور خدا یا به مشام خدا میرسه و خدا از اون دعا راضیه عیسی مسیح گفت که خدا روح هر که او را بپرسته باید به روح راستی او را بپرسته چون خدا یک چنین پرستندگانی را طالب هست دعاهایی که از روح خدا الهام میشه یک خاصیت دیگری که داره اینه که مقصود و هدف معینی را دنبال میکنه تا به نتیجه مشخصی برسه یعنی دعای هدفمنده دعای پراکنده نیست. این گونه نیست که شما امروز اینو رو میگید، فردا اونو میگید، پس فردا یه چیز دیگه میگید. ممکنه دعاهای مختلف و دعاهای متفاوت ما بکنیم. ولی یک سری دعاها داریم که اونها را مرتب به حضور خدا میاریم چون اونها اهداف ماست. اونها دیدهای ماست، اونها رویاهای ماست، اونها بار قلبی ماست، و اونا در تایید خداست و خدا ما را هدایت میکنه که موافق این هدف و این برنامه ما دعا کنیم تا به نتیجه برسیم در دعاهایی که از روح القدس ضمنا ما یقین و اطمینان برای پاسخ دعا داریم ما مطمئن میشیم در قلب ما تایید میشه که ما جواب گرفتیم میگن یه مادری برای پسرش خیلی داشت دعا میکرد که پسرش توبه کنه و پسرش توبه نمیکرد روز به روزم بدتر میشد ولی مادر دعا رو ادامه میداد و پسرم نجات نمیافت تا اینکه مادر مریض میشه و در بستر مرگ میفته و شبان کلیسا میاد و به این خانوم میگه خانوم ناامید نباش بالاخره ما نمیدونیم بعضی دعاها چرا جوابش داده نمیشه ایشون در همان بستر مرگ میگه اگه قرار نبود پسر من نجات بیابه خداوند این بار رو در قلب من نمیذاشت که برای اون این همه سال دعا کنم پس من مطمئنم حتی اگه من بمیرم اون نجات میابه و همینطور هم شد اون مرد و دو سال بعد از آن پسرش در نتیجه یک واقعه دلخراشی که برای او پیش اومد خداوند را به طرز عجیبی ملاقات کرد و رفت بر سر قبر مادرش گفت مامان آمدم به تو بگم بلند شو پسر تو ببین دعاها و ناله ها و عشقای تو نتیجه داد ولی بعد نگاه کرد به آسمان گفت مامان تو توی قبر نیستی از آسمان به من نگاه کن و جواب دعا تو گرفتی در چنین دعاهایی قدرت خدا ظاهر میشه بسیاری از شکها ها ناامیدی ها در این گونه دعاها نمیتونه نفوس پیدا کنه من یک تجربه دیگه ای دارم که البته خیلی از این تجربیات هست ولی یک شو برای مثال میگم موقعی که در شهر ارومیه بنده خدمت میکردم یک روز در رازگاهان یک برادر روحانی که در شهر ماهشر زندگی میکرد خیلی فاصله بود احتمالا دو هزار کیلومتر یا شاید بیشتر از ارومیه تا ماهشر فاصله بود و من معمولا با اون شخص زیاد ارتباط نداشتم ولی خداوند او رو جلوی چشم من آورد و بار قلبی او رو در قلب من گذاشت و من به مدت 20 دقیقه با گریه و ناله و فریاد برای او دعا کردم انگار او را جلوی چشم من داشتن شکنجه میدادن و از خدا طلب و مدد کمک برای او خواستم و من خیلی تعجب کردم چی شد من 20 دقیقه در حالی که اصلا به فکر این شخص نبودم این گونه فکر و قلب منو و احساسات من رو این شخص مشغول کرد بعد از 20 دقیقه آرامش اومد و فهمیدم دعا کار خودش کرده تاریخ و ساعت رو یادداشت کردم و اتفاقا دو هفته بعد در تهران بودم که این شخص رو دیدم و بلافاصله رفتم پیش او گفتم فلان روز دو هفته قبل در فلان ساعت و تاریخ تو چی کار می کردی و کجا بودی ایشون با کمال تعجب به من نگاه کرد گفت تو از کجا میدونی به او گفتم چه حالی پیدا کرده بودم و اون ناگهان دیدم چشماش پر اشک شد و منو بغل کرد و گفت پس تو بودی که برای من نیرو فرستادی اون روز بدترین روز زندگی من بود و من دیگه نمیخواستم زنده بمونم رفته بودم کنار یک رودخونه و به خدا گفتم خدایا کاش من ایماندار نبودم میتونستم خودکشی کنم بسیار همه چیز برای من تاریک بود و در اوج ناامیدی بودم ولی نمیدونم چی شد که در اوج این بحران ناگهان یک نسیمی انگار در من شروع کرد به وزیدن آرامشی در من به وجود اومد و خداوند با قلب من صحبت کرد و تسلی مخصوصی به من داد و حال روز من خوب شد و اون نمیدونست که این قدرت از سمت ارومیه به سمت او آمد خب عزیزان این تجربه را اگه ما داشته باشیم مرتب شبانان کلیسا میتونن اینگونه برای مسائل مختلف دعا کنند رابطه پنجم شبان با رول القدس اینه که شبان باید به طور مستمر پری رول القدس را در زندگی خود تجربه نماید در رساله افسوسیان باب پنج آیه 18 دستور این برای همه مسیحیان دستوره ولی به طور خاص شبانان باید در این قسمت نمونه بهتری باشن دستور اینه که مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید این درخواست نیست این پیشنهاد هم نیست بلکه این فرمانه یعنی ما اگه از روح القدس پر نباشیم نافرمانی کردیم و کلام خدا میگه همینطور که مستی شراب قبیحه به همین شکل پر نشدن از روح القدس هم میتونه قبیح باشه پس مفهوم پروی رو طبق این آیه چیه؟ چه ارتباطی هست بین مستی شراب و پروی روح القدس؟ چرا وقتی میگه شما مست شراب نشید میگه از روح القدس پر بشید؟ چون در حقیقت یک رابطه خیلی نزدیکی بین مستی شراب و مستی روح هست چون در هر دو قسمت یک حالت هست مونتا اون خارج از کنترل یک کارهای دیگه میکنه شخصی که مس شده و کسی که از روح خدا مس شده تحت کنترل روح القدس یک کارهای مثبت و سازنده ای انجام میده نمیدونم شما افراد مست چقدر دیدید یا حتما بعضی از شما که دارید صحبت منو گوش میدید قبلا مستم شدید مستا با هم متفاوتن بعضی مستا موقعی که مست میشن مثلا آواز میخونن حالا اگه یک صدای نکره ای هم داشته باشن وای بالون اون همسایه‌ای که دارن میشنون بعضی مستا یک داستان را برای شانسدومی مرتبه تکرار میکنند یه از مستا کارهای زشتی که اونا کردن شروع میکنن به بیان کردن میگن مستی و راستی و بعضی مستا هم هستن سکوت اختیار میکنن پس مستا با هم متفاوتن ولی در یک چیز مشترکن و اون که کنترل دست خودشون نیست نحوه راه رفتنشون نحوه رفتارشون نحوه سخن گفتنشون همه چیز تحت کنترل اون تاثیر مشروبات حالا کسی که از روح خدا پر میشه دقیقا همین گونه است تفکر او سخنان او رفتار او ظاهر او حتی نحوه راه رفتن او میاد تحت کنترل رول قدس بر اعصابش بر احساساتش بر سخنان زبانش بر نحوه تفکرش بر حالتهای رفتاری او انگیزه های او و همینطور دعاهای او شهادتهاش در پیامش در برنامه ریزیهاش و در تمام تصمیم گیری هاش کنترل رو روح القدس در دست میگیره و این چه زندگی زیبا و مبارکی است که وقتی که ما از طرف خدا داره و کنترل میشیم روح القدس به ما میگه این کارو بکن اون کارو نکن شما دقت کنید در کتاب اعمال رسولان ما بارها با این عبارت رو, رو میشیم که رسولان عیسی مسیح پر از روح القدس شدن و این پری به طور مستمر در زندگی اونها ادامه داشت نه فقط روز پنتیکاس بلکه در مقطه های گوناگون آنها پر از روح القدس شدند و امروز این نصیب ماست که ما هم به همین شکل تحت کنترل روح القدس قرار بگیریم ببینید کلمه پر را شما دقت کنید وقتی میگیم فلانی مثلا مغزش خیلی پره منظور ما چیه میخوایم بگیم یعنی خیلی حالیشه خیلی میدونه فلانی دلش خیلی پره یعنی چی یعنی ایشون درد زیاد داره اگه سفره دلش رو باز کنه خیلی چیزا میتونه بگه یا میگیم فلانی جیباش خیلی پره منظور ما چیه یعنی توپه پره ثروت داره خب حالا وقتی که میگیم فلانی از روح پره یعنی چی یعنی او غنیه یعنی دولتمنده یعنی از فقر روحانی آزاد شده یعنی توشش پره یک چنین شخصی تحت کنترل روح خدا قرار داره نمیدونم شما که رانندگی میکنید تا حالا شده که ترمز ببرید بنده یک بار بریدم اونم در جاده چالوس خدا رحم کرد که تونستیم با معجزه خدا زنده بمونیم خب شما هر چی پا میدارید رو ترمز میبینید نگه نمیداره ماشین برای خودش میره یا اونایی که فرمان بریدن برای من تعریف میکنن که ما فرمان رو هر جور میچرخوندیم ماشین برای خودش میرفت چرخش ما تاثیری نداشت شخصی که از روی خدا پر نیست ترمز و فرمانش بریده <tro Louise> یعنی خودش برای خودش داره میره یک نفر ما در کلیسا داریم اینجوری دعا میکنه میگه خدایا منو به حال خودم وا نگذار تو اگه منو به حال خودم وا بگذاری من فاجعه خواهم آفرید چون من خیلی آدم خطرناکیم خوبه که ایشون خودش رو هم شناخته و حتی خدا رو هم تهدید میکنه که اگه تو منو به حال خودم بذاری من آدم خطرناکیم واقعا ما هممون خطرناکی هم اگه به حال خودمون گذاشته بشیم شبانان کلیسا اگه میخوان از این نوع خطرات به دور باشن باید فرمان زندگیشون ترمز زندگیشون و باید حتی کلاج زندگیشون گاز زندگیشون همه این قسمت ها بیاد تحت کنترل روح خدا در اون صورت میتونن افراد موفقی باشن در خدمت و من بالاخره با یک آیه از کتاب مقدس تمام کنم در کتاب غزلها باب دو آیه چهار اونجا میگه مرا به میخانه آورد و علم او بالای سر من محبت بود میخانه خانه شراب منطق خانه شراب روحانی وقتی ما میاییم در میخانه خدا از شراب آسمانیش مینوشیم یه اتفاقی میافته و علم او میره بالای سر ما بالا به احتزاز در میاد و علم پرچم نشانه چیه حاکمیت ما میریم تحت حاکمیت خدا تحت کنترل خدا و به این وسیله خدا ما را اداره میکنه امروز شبانان عزیز اگه شما میخواهید خدمت موفقیت آمیزی داشته باشید راه دیگری وجود نداره مگر اینکه این رابطه سوم را با روح القدس نگه دارید ابتدا رابطه با کلام خدا دوم رابطه با دعا و سوم رابطه خیلی خوب با روح القدس اون موقع شما تبدیل به افراد روحانی میشید و خدمت مبارکی انجام میدید باشد این نصیب همه شبانانی بشود که کلام خدا را امروز شنیدن خدا شما رو برکت بده خیلی ممنون از توجهتون